با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری در خدمت خانم ملانی جیرو هستیم. ایشون به دعوت کانون ایرانیان مدافع صلح آزادی و عدالت اجتماعی به ونکوور اومدن، البته فقط به دعوت کانون نیست، به دعوت نهادهای کانادایی مثل سافاد نام هست. ما اولین سوالمون رو از خانم ملانی جیرو اینجوری شروع میکنیم که شما میدونیم که شما نماینده مجلس افغانستان بودید و با جنگ سالاران جنگ سالاران شاگری کردید، مقابله کردید، بعد به همین جرم شما را از پارلمان افغانستان یا همون لوی جرگه اخراج کردن. لطفا در مورد علت اینکه شما در مجلس افغانستان حضور داشتید و علل اخراجتون از اینجا و همچنین فعالیت هایی که بعد از اخراج کردید برای بینندگان تلویزیون برابری چی بود؟ با تشکر از این فردین که امروز کسید و به از طریق تلویزیون شما سلام و احترامات خود از خدمت تمام دوستان دستان در کار تلویزیون و همچنان وطن دارای مهاجر ما خارج از کشور و همچنان دوستان ایرانی ما که امروز در خارج از کشور به سر میبرن، سلام و احترامات خود از دوستان گرم خود از شما میرسانم. البته بر کل دوستان روشن است که 20 سال قبل به خاطر حقایق رو بیان میکردم و باری دشمن های اتابن خوردی مردم ما و دشار سلوم گردی رو کجن و سکت بشر خادش نمی کردم و تا امروز نمی کنم و مبارزه جریان دارد و این خاطر در پارلمان افغانستان تحمل کرده نتم بودن، چون پارلمان ما یک پارلمان کاملا مافیایی است، تمام دستگاه یک دستگاه جاسوس دست نشانده مافیایی و فاسد است. بنان پارلمان افغانستان که جزء دستگاه میشه بیشتر از 80% چکه پارلمان به کسای تعلق دارند که در جنرد 30 سال کشور ما دخیل بودن و رهبرایشان امروز یک اتحاد نامقدس در پارلمان تشکیل دادن مثل گلابزوی رومی برای روز بودن که مثل ما به نام خلق و بچم میشنستن که سیاری از آزاد خواه و شنستان ما را به شهادت رساندن فاشیستوار و رهبرای جهادی که مردم ما شن متنفر از مثل سیاب قانونی ربانی محقق و غیره اسکریت چون در پارلمان حتی یک روز پارلمان طالب است و در خدم اولین کار کردن یک قانون خائنانی ساختن که به نام قانون خودبخشی که بسیار مسخره است، خود خائنین خودش را خود میبخشن، چون دارشن صدام حسین اعدام شد بعد قبل از دی مرگ رو گرفت که بعدا نوبت ما خواهد رسید و به این خاطر به تارگی قانون ساختن باور کردی که ما و چند تن از نماینده‌های که واقعا برای مردم آمده بودن دستای پاک داشتن و میخواستن خدمت کنند صدای خود بلند کردیم و هیچ کس صدای ما نشنید. حسن داره ما شاهد است که درون پارلمان مرد دولت خوب کردن کسی صدای دارون جنسی کردن و بالاخره عمل غیر قانونی شد که از پارلمان اخراج کردن که کاملا ضد آزادی بیان است. فعلا ما به شکل مخفیانه در کابل فعالیت جریان داره و یک قیمت اخراج از پارلمان تمام شد که من تریبیون پارلمان هم و پس هم که میخواییم دوباره به پارلمان برم بان که وکیل مدافعی دارم هدف این دیست که سری بیرشان دلانی خود ایدوش که ما باید به نفع ملت استفاده شد که متاسفانه جاگه نمیتن نتن حالی به وکیل مدافعی من نمیشن به او گوش نمیتن اتا در ملاقاتی که هم بایشن بشتن در کابل وکیل مدافعی من تهدید و مرد کردن و از طریق از پیام شنید بودم که پیام از خود کارا که ما اگر ملالی را از پارلمان خواست کردیم کافی نیست، باید جزایش با کلشین خوب کنید. یک وضعیتی که الان افغانستان داره اینه که از یک طرف نیروهای ناتو اونجا هستن، با یک دولتی سرکار داریم که در دست این سالاران و جنگ سالارانه، یک حکومتی که حتی به اعتراف خود رسانه‌های امریکایی فاسده و انتخابات اخیرشون هم دید. از طرف دیگه با یک نیرویی که به نام طالبان هست، بنیادگرایان اسلامی که اینا
اردوش هم دارن با اشغال امریکا و کنترلش و دولت حامد کارزای مقابله میکنن. در ماهیت ارتجایی حضرت نیرو هم حکومت جمهوری اسلامی حامد کارزای از حمایت غرب برخوردار و طالبان شکی نیست. فکر میکنید که آیا صدای سومی در افغانستان وجود داره، نیروی سومی که وجود داره که یکی که از استقلال، آزادی و عدالت در افغانستان دفاع میکنه بتونه همزمان هم با جنگ سالاران هم با طالبان مقابله بکنه؟ صدا اصلا شنیده میشه؟ وضعیت این نیروی سومی چه بوده؟ داره طبعا، چون نداره مثل هر کشور دیگه ما آزادیخواهای خود هم داریم و تورست های که فعلا در قدرت هستند داره. منطقه تفاوتی هست با تورست های افغانستان و تورست های دنیا که تورست های افغانستان با ماسک دموکراتیک در صحنه هستند، مثل سیاف ها، ربانی ها، محقق ها، گلابی ها، علومی ها، صرف ملا عمر و برادرشان گلبدین حکمتیار ای فاشست در قدرت کرده بار بار دعوت میکنه یا را هم میخواید از چه شیطانی خود تکمیل بکنه شامل بسازن که قربانیش در اکثریت مردم مظلوم ما بازم مخصوصا خاصا زنا و اطفال هستن، چون یا کسیسن که این اطفال برادرهای طالبیشان دارن ولی با نامای متفاوت و با کار شبیه در قدرت هستن و همشون از یک آب خور آب میخورن، وابستگی تنها به یک کشور ندارن، به 40 کشور دیگه هم روز وابستن و حتی خطر تیزی افغانستان میره که میخواهند تیزیه کنن و خطرهای جدیتر از اون روز متوجه کشور گردیدی مؤسسداری که من میشه میگم به جسد بیمار میمانن که هر کدام اینها به زیر نام آزادی، دموکراسی، نمیدانم مبارزه گویا علیه تروریسم و غیره ما در افغانستان آمدیم، ولی در حقیقت مانند لاشخارا به جان مردم ما و تن گردیدی مؤسسداره. نیروهای آزادی خواه وطن دوست وقتی که صدای حق بلند می کنند حقیقت فاشیستوار صدایشان خفه می شود، یا باید صحنه را ترک بکنند از کشور برای خارج شوند، یا باید به شکل مخفیانه فعالیت کنند، یا ترور می شوند به قتل می رسند در زندان می کنند به ژورنال سابور و سازمان های دموکرات داریم، آزادی خواه داریم که فعلا به شکل مخفیانه فعالیت دارند. نمونهشان یکی ما می توانم باشم که می بینم چطور زندگی ما در افغانستان روز به روز پر خطر شده می رند. 5 بار سوی قصد کردن علی ما، روز خانه ها را در کابل تبدیل میکنم با وقتی که در کابل هستم در خود کشور عزیز خود به سر میبرم، تبلیغات خائنانه‌شان جریان داره که من اصلا در افغانستان حضور ندارم، از مطبوعات کاملا منع کردن مرا، از ممنوع خروج اعلام کردن، پاسپورت دیپلماتیک من را گرفتن، این پاسپورت عادی معمولی است که من به شکل مخفیانه به یک کشور دیگه میام با چادری با هزار مشکلات دیگه، فقط پیام مردم خود با آزادی خواهید با آزادی خواهید دنیا بیارم. مشکلات ما بی اندازه زیاد است ولی همیشه با وطنداران ما پیام ما، اولین پیام ما، اولین خواست ما، آرزوی مرچانی بوده که عدم اتحاد ما زمینه را از سر بیشتر به جنایتکارا، به این خائنین، به این مشت جاسوس وطن فروش مهیا می سازه که آرزو دارم باز هم وطنداران ما که مشنوند مخصوصا نسل جوان بیاین که یک بسی یک صدا شویم بسرد به سینه همه بی مشت قاتلین و خراب بکشیم و تا زمان که این ویروس از دامن وطن ما دوده نشه هرگز امید نداشته باشیم که آزادی دموکراسی میاد به کشور ما. تا که من میشه به دوستای ایرانی ما میگم هیچ وقت آرزو نکنیم که با شما کشور خارجی با آن هم با میله تفنگ با ماشیندار جنگی خود یا با پاسپورت سفید و بمهای خوشه‌ای به شما دموکراسی را برمغان بیاره، آزادی زن را برمغان بیاره و دیدیم حرکت خیزش که در ایران برای افتاد خودش جنبش خود به خودی برای افتاد مایه امید نه تنها به مردم افغانستان و منطقه در سطح جهان و هست که امید است رفرمیست ها از سوی استفاده نکنند، رفرمیست های مثل موسوی تا تجربه خاتمی را داره دوستای ایران ما، هرگز فریب اصلاح طلب ها را نکنند، داری که ما به دوستای افغانی ما میدم مخصوصا وای که خواهان اصلاح در رژیم است، نه خیر، کسایی که خواهان اصلاح در رژیم است به معنای حفظ همچه رژیم های فاشیستی است بینان مخاطبتر مبارزه کنه، ما شما دو راه داریم یا مبارزه یا سازش، طبعا هرگز سازش نمی کنیم بس چی بهتر که مبارزه خاطبتر ادامه
خیلی ممنون خانم جویا، میدونم که الان باید به سخنرانی شما انجام بدید، از اینکه دعوت تلویزیون برابری رو پذیرفتید خیلی تشکر میکنم. برایتون در تداوم فعالیتاتون آرزوی موفقیت. همبستگی مردم خود با مردم آذری های ایران از طریق تلویزیون شما میرسانم، مخصوصا که دیروز هم یکی از جوانای نازنین ما را اعدام کردم. باز هم برادر ما احسان فتاحیانه، درود به فامیلشان، همچو افراد همچو شخصیت ها بر همیشه زنده هستن، هرگز نام از صفحات تاریخ پس نمیشه، قلب مردم خود زنده است. که میگن تاریخ همیشه ملت میسازه و همونطور که نام خائنین با خط سیاه نوشته است تاریخ ملت و هیچ وقت نه ملت میبخشه تاریخ، یعنی که نام همچو آزادی خواهای مخصوصا همچو آزادی خواهای کمروز زندان های ایران به تحلیل نبرد تبدیل کنند، جای افتخار است. درود به شما.